بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. در این کریمه ضمن اینکه خلقت را با هدف که اون لقاء الله است بیان می کند، می فرماید بر عرش خدای متعالی استواء و نظام را تدبیر کرد. معنای عرش و کیفیت استواء علی العرش مورد بحث فریقین است. عده‌ای که می گفتند تفسیر عرش همون تلاوت عرش است، تفسیر آیات اصولا تلاوت آیات است و قرآن در حد تلاوت باید مطرح بشود بلابید، که وجه اول. وجه دوم این بود که باید الفاظ را بر همین معانی حسی و ظاهریش حمل کرد الا ما خرج به دلیل. در خصوص ید الله یا جا ربک و امثال زاله که میگویند تعویل اینها جایز است، بقیه را باید بر همون معنای ظاهری حمل. وجه سوم این بود که استواء علی العرش کنایه از مقام فرمان روایی است. این تمثیل است و تصویر است، نه واقعیه. زمخشری در کشاف تعبیر کرده به اینکه تمثیل و تخییل، نه اینکه واقعیتی هست. شارح کشاف میگوید این تعبیر شایسته قرآن کریم نیست که ما بگوییم این تخییل حسی و تمثیل. اگر هم خواستید بگویید ظاهر لفظ مراد نیست، نباید میگفتید این تخییل، چون تخییل در خیال بافی ها و کارهای شاعرانه است و قرآن منزه از کارهای شاعرانه است. بنابراین شایسته قرآن کریم این نیست که ما بگوییم این تخییل. وجه چهارم این بود که عرش به معنای تخت و امثال ذلک نیست و مقام فرمان روایی است، ولی کنایه از یک امر اعتباری نیست، بلکه ناظر به یک امر حقیقی. اگر مثلا ما گفتیم فلون رئیس به تخت فرمان روایی نشست، این کنایه از مقام اعتباری است. تختی در کار نیست، ولی از اون مقام اعتباری تعبیر به عرش یا تخت و کرسی می شود مجازه. یک وقت مقام فرمان روایی مقام ربوبیت است، مقام تکوین است، نه قرار داد به اعتباری. پس یه واقعیت که اگر گفته شد عرش فرمان روایی، واقعا فرمان روایی است، واقعا تدبیر است، واقعا اداره امور است، منتها تختی در کار نیست. این استواء علی العرش کنایه از اون مقام تکوینی است، نه کنایه از اون مقام اعتباری. مثلا اگر گفتیم قلب انسان عرش فرمان روایی بدن و قوای انسان است، اگر خواستیم از مقام فرمان روایی قلب و عقل نسبت به سایر قوای ادراکی و تحریکی نفس سخن بگوییم، از یک معنای حقیقی تعبیر به عرش کرده ایم. یعنی عقل واقعیتی، قلب حقیقت است و تدبیر قلب و عقل نسبت به قوای مادون حقیقت است. قوای ادراکی و تحریکی برای نفس حقیقت است. این قوای ادراکی و تحریکی در تحت تدبیر قلب و عقل اداره می شوند بالحقیقه. هیچ کدام کنایه و مجاز نیست، ولی قلب عرش نیست، عقل عرش نیست، یعنی تخت نیست، ولی یک واقعیتی است که حقایق مادون را حقیقتا تدبیر می کند. پس خود قلب یک حقیقت است، عقل یک واقعیت است، قوای مادون حقایقند، تدبیر اون عقل و قلب نسبت به این قوای مادون هم حقیقت است. هیچ یک از این اضلاع سگانه کنایه نیستند، مجاز و اعتبار نیستند. نه واقعیت قلب و عقل اعتباری است، نه واقعیت قوای ادراکی و تحریکی اعتباری است، نه تدبیر عقل و قلب نسبت به این قوای ادراکی و تحریکی اعتباری، ولی تختی در کار نیست. و اگر گفته شد قلب عرش فرمان روای بدن است، کنایه از یک مقام واقعی است. ولی اگر یک سلسله اموری را اعتبار کردیم، گفتیم رئیس این قسمت زید است، دیگران اعضایند، زید این جمعیت را اداره می کند، زید مقام فرمان روایی دارد، زید رئیس است و دیگران اعضایند، در اینجا هر چه سخن می گوییم مجاز است، زیرا نه ریاست واقعیت است که زید بشود رئیس و در رأس، نه عضویت واقعیت است که دیگران به منزله دست و پا باشند و واقعا عضو باشند.
نه تدبیر تدبیر حقیقی. هر کسی کار خود را انجام میده، هر کسی کوشش خود را به عهده دارد ولا غیر. اونطور نیست که رئیس کارها را اداره کند و دیگران به منزله قوای ادراکی یا تحریکی رئیس باشند. او سخنی میگوید که دیگران میتوانند اطاعت کنند، میتوانند معصیت کنند، ولی دیگران با میل خود انجام میدهند. هم ریاست رئیس اعتباری است، هم عضویت اعضا اعتباری است، هم تدبیر رئیس نسبت به اعضا و این سازمان اعتباری است. اما وقتی گفته می شود قلب انسان یا عقل انسان مدبر قوای انسان است، سه نکته را در بر دارد که هر سه حقیقتند. یعنی قلب و عقل حقیقتند یک، قوای مادون حقیقتند و حقایقند دو، تدبیر قلب و عقل نسبت به این قوای مادون هم حقیقت است سه. یعنی وقتی عقل بخواهد و قلب بخواهد، دست حرکت می کند، زبان حرکت می کند، پا حرکت می کند. این طور نیست که قلب بخواهد و پا اطاعت نکند، یا پا پیش خود قدم بردارد. پا یک واقعیتی است، حرکت او یک حقیقتی است، تدبیر اون عقل نسبت به این قوا هم حقیقت. این که گفته می شود الرحمن علی العرش استوا، آیا کنایه از یک معنای اعتباری است؟ مثل آن که بگوییم فلان رئیس بر تخت استیلا پیدا کرده، یا کنایه از یک مقام واقعی و حقیقی؟ روشن شد که کنایه از یک مقام واقعی و حقیقی است. اما بحث بعدی که مطلب پنجم هست این است که اصلا کنایه است یا حقیقت؟ آیا عرش کنایه از یک واقعیت است؟ یا خود عرش معنایی دارد که شامل مصادیق حقیقی می شود؟ که اگر ما گفتیم عرش یا کرسی، مجاز نگفتیم، مصداق کامل را نشون دادیم. ما اگر گفتیم عرش و منظورمون تخت فلزی یا چوبی نبود، منظور یک حقیقتی بود که از اون حقیقت فرمان تکوینی صادر می شد، باز می شود حقیقت. بیان ذلک، اگر لفظ برای اون روح معنا وضع شده است نه برای خصوصیت های مصداق، اگر مصادیق عوض شد و مصادیق با هم اختلاف داشتن، استعمال لفظ که در موضوع لحظ حقیقت است ولو مصادیق با هم فرق داشته باشند. مثلا آب که عامل حیات است، اگر حیات در حد حیات جسمانی و گیاهی بود، منظور از آب که عامل حیات است همان است که از باران میبارد یا از چاه و چشمه میجوشد. ولی اگر گفتیم علم حیات روح است و قلب به وسیله علم و حکمت زنده میشود، آیا مجاز گفتیم یا نه یک مصداق دیگری از آب است و یک مصداق دیگری از حیات؟ اگر ما گفتیم انسان زنده است، قلب انسان هم زنده است، و گفتیم درخت و گیاهان هم زنده، حیات گیاهی با حیات انسانی در معنا فرق میکند یا در مصداق فرق میکند؟ این طور نیست که زنده بودن و زندگی دو مفهوم و دو معنا داشته باشند. مصداق حیات در انسان با مصداق حیات در گیاه ها فرق میکنند، نه معنا و مفهوم فرق میکنند. حیات و کل شیئن به حسبه، حیات گیاه با آن است که سبز بشود و بروید و میوه مادی بدهد، حیات روح با آن است که به علم و حکمت زنده بشود و میوه بدهد به نام ایمان. که اگر روحی و نفسی با علم و حکمت زنده نشد و میوه به نام ایمان نداد، او مرده است. و اگر گفته شد این مرده است، مجاز نیست. اگر در سوره یاسین فرمود لینذر من کان حیاً، کسی را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انذار میکند که او زنده باشد، یعنی اگر اون کسی که دارای علم و حکمت است و ایمان می آورد او زنده است، و اگر کسی را نداشت مرده است. نه مجاز باشد به معنای کنایی، نه این حیات را ندارد، نه هم حیات حیوانی را دارد. او زنده است به حیات حیوانی، ولی به حیات انسانی زنده نیست. آیا حیات انسانی عین همون حیات حیوانی است یا یک معنای دیگری، مصداق دیگری است؟ اگر مصداق دیگر بود و مصداق کامل تر بود، معنا و مفهوم همون معنا و مفهوم است.
نان که مفهوم به معنا غیر از اون باشه، پس کنایه‌ای در کار نیست، مجازی در کار نیست. تا برسیم به ذات اقدس اله که هو الحی الذی لا یموت، این چنین نیست که لفظ که بر اون مصداق حمل می‌شود، اگر مصداق کامل بود تطبیق این به اطلاق این بر او مجاز باشد. مصداق کامل است، نه مفهوم فرق کرده، مفهوم همون مفهوم است. اگر تشکیکی هست و اگر تفاوتی هست در مصداق است نه در مفهوم. مثل معنای نور، معنای نور که فرقی نمی کند، ما بر اون نور شبتاب یک کرم اطلاق کنیم و بر نور سماوات و الارض هم اطلاق کنیم، مفهومش که دوتا نیست، مفهوم یکی است، الا اینکه مصداق فرق میکند. یک مصداق ازلی است و نور به ذات است، یک مصداق هم حادث فی غایت ضعف است. تفاوت در مصادیق است نه در مفهوم و در معنا. اگر گفته شد عرش یا کرسی و از مقام فرمان روایی تعبیر به عرش می شد و از اونجا فرمان و تحریک و ادراک صادر می شد، اگر گفتن عرشش علل ما است، معلوم می شود یه واقعیتیست حیات بخش، یک واقعیتیست که عامل حیات است. این چنین نیست که همش مجاز و کنایه باشد، نه. و کان عرشهو علل ما، هم قوام عرش را در قرآن تبیین کرد که عرش بر ما استوار است، و هم سمت عرش را بیان کرد که سمتش تدبیر است. لذا در روایات ما اگر چنون که این چنین آمده که ها حمل عرش بر آب است، این مجاز نخواهد بود. یک مصداق دیگری از مصادیق آب یا عرش را نشون میدهد. در همین کتاب شریف کافی حدیث هفتم این است که داوود رقی از امام ششم علیه السلام سؤال میکند و کان عرشه علی الماء، یعنی چه؟ فقال ما یقولون، اینها چه میگویند؟ صفحه 319 از تعلیقی مرحوم میرداماد. و کان عرشه علی الماء، حضرت فرمود ما یقولون، اینها چه میگویند؟ قلت یقولون ان العرش کان علل ما و ربو فوقه، خدای متعالی بر عرش است، عرشم بر آب است، به همین ظواهر آیات. فقال علیه السلام کذبو، من زعم هازا که خدا بر عرش باشد عرشم روی آب باشد. فقط سیر الله تعالی محمولا و وصفه به صفت المخلوق، و لازمش این خواهد بود و لازمه ان الشیء الذی یحمله اقوام، اون که حامل خداست باید اقوا باشد از او. داوود عرض کرد که بین لی جوئل تو فدا، شما بیان کنید که منظور و کان عرشه علی الماء چیست. فقال علیه السلام ان الله حمل دینه و علمه الماء، یعنی عرش خدا بر آب است، یعنی دین خدا بر آب است. پس العرشو هود علم، العرشو هود دین. چون دین است که حیات انسان را تأمین می کند، و اگر کسی دین نداشته باشد حیات انسانی ندارد، و اگر علم نداشت حیات آدمی ندارد، و اون چرا که عامل حیات است آب می نامیم. فرمود ان الله حمل دینه و علمه الماء، آب را حامل دین و علم قرار داد. چطور آب حامل حیات است؟ یعنی در خیشتن دارد، نه بر دوش دارد، نه آن است که بر دوش خود چیزی را حمل کرده، در خیشتن دارد. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که انها هنا لعلمن جمن لو اسبتو له حملتن، من در خودم علمهای فراوانی میابم، اگر حاملانی برای علم پیدا میکردم با اونها در میون میگذاشتم. انسانی که مطلبی را میآموزد
حامل اون علم می شود، در خیشتن دارد نه بر دوش خود دارد، اون که عاریتی است. آب حامل علم و دین است. اون آبی که دین را در خیشتن دارد، علم را در خیشتن دارد، اون آب سوری و ظاهری باران یا چشم و بوچا نخواهد بود. چگونه میگوییم هر کس قرآن را آموخت زنده می شود؟ چگونه میگوییم هر کس دین داشت زنده می شود؟ چگونه خدای متعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک لا تسمع الموتا، تو حرفت را در موتا اسما نمی کنی، اونها که میتن حرف تو را نمی شنوند. رسول الله که برای مرده های گورستان موعظت نمی کرد، همونها که سخنان حضرت را نمی شنیدن میت بودن. این معنا را به طور باز حضرت امیر سلام الله علیه در نهج بیان کرده که فرمود به ذالک میت الاحیا، پس صورتو صورت انسان و القلبو قلب حیوان و ذالک میت الاحیا، در بین زنده ها مرده اوست. چرا؟ چون اون چرا که به انسانیتش حیات میدهد به اون نرسیده است. اگر گفتیم این شجر حی است مجاز نگفتیم، اگر گفتیم این طائر حی است مجاز نگفتیم، اگر گفتیم انسان مؤمن حی است مجاز نگفتیم، و اگر گفتیم انسان کافر میت است مجاز نگفتیم. چرا؟ چون این کافر گرچه حیات حیوانی دارد، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل این هم الا کل انعام، ولی حیات انسانی را فاقد است. فلل انسانیت حیاتون، ولل حیوانیت حیاتون، ولل نباتیت حیاتون. اختلاف در مصداق است نه در مفهوم، و هرچه که عامل حیات است آب خواهد بود. پس بارانی که باعث حیات گیاهان است آب است، عواطف و احساساتی که باعث حیات حیوانات است آب خواهد بود، علم و معرفتی که باعث حیات انسانی است آب خواهد بود. لذا اگر کسی آب زلال خواب دید علم نصیبش می شود، اون حقیقت به صورت آب تبیین می شود. و اگر گفته شد آب مجاز نیست، زیرا در مصداق تفاوت است نه در معنا و در مفهوم. اگر انسان زنده است بل علم و ایمان و حیات به وسیله آب تأمین خواهد شد و از او به عنوان آب زندگانی در تعبیرات و ادبیات فارسی و عربی یاد میکنند که میگویند آب زندگانی یا ماء الحیات میشود حقیقت، ولا آب زندگانی را نه ابر میبارد و نه چشمه و چاه میجوشد. کسی ممکن نیست با حیات گیاهی یا حیات حیوانی به طور ابد زنده باشد، چون ما جعلنا لبشرن من قبل کل خل، اون داستان آب زندگانی که کسی یک قدح از او بنوشد و برای همیشه زنده بماند، این هم برخلاف عقل است هم برخلاف وحی. وحی که می فرماید کل نفس ذائقه الموت، وحی که می فرماید ما برای احدی در این دنیا خلود قرار ندادیم و ما جعلنا لبشرین من قبل کل خور، وحی که می فرماید انکه میتون و انهم میتون، وحی که مرگ را برای همه می داند، این تصویر را تصحیح نمی کند که یک قطره آب یا قدح آبی را کسی از یک چشمه بنوشد برای ابد زنده بماند. آنی که آب حیات است و آب زندگانی است و ماء الحیات است، همون علم و ایمان است که برای همیشه زنده خواهد. لذا حضرت فرمود عرش خدا یعنی علم و دین خدا که آب حامل عرش است. پس فالحاملو والمحمولو متحدان. ما نمیگوییم این قرآن عامل حیات است، یعنی چیزی دارد که هر جا برود حیات می آورد. خود عامل حیات است و حامل حیات، خود زنده است و هر جا برود زنده می کند. پس آب که حامل عرش است یعنی حیات را علم را در خیشتن دارد. و کان عرشهو علل ما، یعنی آب است که حامل علم و دین است. اون آبی که حامل علم و حامل دین است
اون نه از باران میبارد نه از آب و چشمه و چاه میجوشد. و کان عرشهو علی الماء، عرشش بر آب است، چون خود آب هم جزء آسمان و زمین است. استوا علی العرش چی؟ استوا علی العرش یک آیه، و کان عرشهو علی الماء آیه دیگه. اون وقت سوال میکند که عرشش بر آب است یعنی چه؟ فرمود العرشو هو العلم، العرشو هو الدین، و آب است که حامل علم و دین است. و لا آب ظاهری خودش جزء نظام خلقت است، همونطوری که هوا و زمین و دیگر موجودات جزء سماوات و ارض است، آب هم جزء سماوات و ارض است. اون چه که به این نام هست اگر تعبیر بشود به علم و حکمت و ایمان قابل قبول است، و لا یک داستانی است که ریشه علمی و عقلی و دینی نخواهد داشت، که یک چاهی باشد، انسان اگر از اون چشمه یا چاه یک قدح بنوشد برای همیشه زنده بماند. این با آیات قرآن کریم که میگوید احدی در این دنیا باقی نمیمانند سازگار نیست. ما جعلنا لبشرین من قبل کل خلد، فبود ما خلود را در دنیا برای احدی قرار ندادیم. اگر خلودی هست در آخرت هست، در دنیا جای خلود نیست. اون آبی که آب زندگی خواهد بود در ادبیات فارسی، یا ماء الحیات نام برده می شود در ادبیات عربی، همون علم و ایمان است. مؤمن است که برای همیشه زنده است، عالم با عمل است که برای همیشه زنده است، و الا اون افسانه بیش نخواهد. نه حقیقت لغوی است، نه بیان مصداق میکنند، مصداقش فرق میکند. در لغت وقتی سخن از نور است، نه مصداقش را که اون وقت میافتند بعدن مصداق دیگر میابند، مثل قلم. الان وقتی که ما میگیم قلم، برای این قلم خودنویس اطلاق میکنیم، مجاز میگیم. اون روزی که بشر اولی قلم نی داشت و قلم را برای او وضع کرده بود، او رو میگفتن قلم. الان که قلم های صناعی ظریف اختراع شده میگن قلم. اون نون و القلم هم قلم است، همه مصادیق اون مفهوم جامعه هست. مفهوم یکیست، مصادیق فرق میکنند. مثل معنای نور، بشر اولی که نور را وضع کرده بود برای یک مفهومی، اون که به ذهنش نور و سماوات و الارض نمی آمد. الان که ما بر نور و سماوات و الارض نور اطلاق میکنیم، حقیقت است، نه این که مجاز باشد، الا این که مصداق فرق میکنند. آنچه هست احادیث و احادیث، بله، کار یک مفسر آن است که مختلفات را به محکمات و مختلفات برگردند. آیات هستش نه آیات تعبیری دارد. ببینیم آیات در خلالش، آیاتی که مسئله عرش و استوای عرش است، محفوف به قرینه است و عرش را معنا میکند یا نه. ما شواهدی یافتیم که هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است، هم تدبیر عملی و هم تدبیر علمی، که در سوره حدید چه در دیگر سور. هر جا سخن از عرش است، از تدبیر سخن. بله دیگه، اتحاد حامل محمول، مثل این که این حیات است، این نور است. چطور انسان وقتی اهل قرآن شد می شود نورانی؟ قد جاءکم نور من ربکم، اگر گفته شد قرآن نور است، مجاز نیست. چرا؟ چون همون طوری که انسان یک بصری دارد و برای بصر نور لازم است، یک جانی هم دارد که برای اون جان بصیرت لازم است. این طور نیست که اگر گفته شد یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس قد جاءکم نور من ربکم و برهان، مجاز باشد، که حتما باید یک چراغی باشد، یک فتیله باشد، یک نفتی باشد تا ما نور بگیم. نه، اون هم نور است، علم هم نور است. تا کدام صحنه را روشن کنم؟ مگر نان است انسان که نابیناست نمیبیند جایی را؟ و مگر نان است جاهل نمیبیند کجا برود چه بگوید؟ اگر کسی بصرش نابینا بود، واقعا توان رفتن ندارد. وقتی شما مطلبی را از کسی سؤال کردید که اون نمیداند، واقعا توان گفتن ندارد، او واقعا نابیناست. این طور نیست که اگر قرآن کریم را خدا نور نامید، اطلاقش مجاز باشد، و اگر گفته شد آب، مجاز باشد. این مصداقش فرق میکند. مگر انسانیت تنها همین
جسم است و بصر یا جان است و بصیرت هم دارد. اگر بصر است، چشم باید نور داشته باشد تا ببیند، جان باید علم و حکمت داشته باشد تا بفهمد. اگر جان علیم و حکیم نبود، واقعا نابیناست. لهم قلوب لا یفقهون بها، در سوره مبارک حج فرمود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. چشمشون نابینا نیست، دلشون نابیناست. این مجاز نیست. نشانش آنه که فردا همین شخص کور محشور می شود، چون فردا درون را بیرون می آورد، می برن چیزی ندارد. این طور نیست که اگر در سوره حج گفته شد قلب اینها کور است مجاز باشد. یعنی آیا این لفظ کوری به بینایی یا نور و ظلمت برای همین اجرام مادی وضع شد یا اینا مصادیق هست؟ حیات برای همین حیات سوری وضع شد؟ اون روزی که بشر اولی سخن از حیات میکرد، همین حیات گیاهی و حیات حیوانی بود. او هو الحی الذی لا یموت رو نمیفهمید. الان که گفته میشود خدای متعالی هو الحی الذی لا یموت، مجاز است یا مصداق کامل است؟ اگر گفته شد الله نور السماوات والارض، مجاز است یا مصداق کامل است؟ اگر گفته شد قرآن نور است، مجاز است یا مصداق کامل است؟ اگر همه این موارد مصداق کامل است نه مجاز، پس سخن از کنایه دیگر نیست. ما همون آب است حقیقتا، عرش همون عرش است حقیقتا، علم آب است حقیقتا، مقام تدبیر مقام عرش است حقیقتا، جا برای کنایه و مجاز نیست، اتحاد نیست. این خودش حیات را در بر دارد، هر جا برود حیات می آورد. خودش ذاتاً حی است و عامل حیات خواهد بود. چون حی است که عامل حیات است، نور است که عامل روشن شدن است، و این شی که ذاتاً زنده است عامل حیات موجود دیگر است، و ذاتاً سرسبز است دیگران را هم شکوفا می کند. و کان عرشه علی الماء، مثل این که ما می گوییم لو اسبت له حمله، من دارای علمم علومی را حمل کرده ام، امثال زاره که میگوییم. یعنی وقتی صفت و موصوف را تحلیل میکنیم میگوییم یکی صفت است یکی موصوف، و الا در درون واقعا اینا عین همن. این چه نیست که علم یک باری باشد رو دوش نفس. نفس عالم است، نفس اوصاف کمالات دیگر دارد و مانند آن. همون تغایر به شرط لا و لا به شرط کافی است. خود علم عالم است به ذات، دیگری به وسیله علم می شود عالم. خود نور نیر است به ذات، دیگری به وسیله نور می شود نیر. نور تنها ظهور نیست که نیر نباشد. این اگر به شرط لا شد میشه نور، اگر لا به شرط شد میشه نیر. همون فرقی که بین اسم و وصف است. بنابراین این چنین نیست که مجاز باشد یا کنایه. نه، یک حقیقتی است که انسانی که دارای علم و ایمان است به حیات انسانی رسیده، اون آب را چشیده است. برای اینکه مسئله عرش هم از در آیات و هم از در روایات بهتر از این روشن بشود، باید مسئله کرسی را هم که در آیه کرسی مطرح است مورد بحث قرار بدیم. چون در بعض روایات عرش با کرسی به یک معنا تطبیق شد، در قرآن کریم عرش فراوان ذکر شده. یک جا سخن از عرش و تخت مادی است که ولها عرشون عظیم، که در باره اون پیک بود که اون هدهد به سلیمان سلام الله علیه عرض کرد اینی وجد تمرتن تملک و ولها عرشون عظیم. کرسی هم که دو جای قرآن کریم سخن از کرسی مطرح کرد، یکی هم جسدی را بر کرسی او انداختن که اون کرسی ظاهرش کرسی جسمانی ممکنه باشه، و اما عمده همین آیت الکرسی است که در فضیلت این روایات فراوانی آمد. اگر روایاتی در باره آیت الکرسی آمده و بررسی خود آیه آیت الکرسی کمک کرد، روشن می شود که کرسی و عرش دو یا یک حقیقت از حقایق جهان خارجن و موجود مجردن و فرشتگان حاملان اون هستن. در آیت الکرسی این چی می خوانی؟ الله لا اله الا هو، الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء،
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. سر این که مسئله کرسی باید با عرش کنار هم مطرح بشود آن است که در همین روایات عرش این چنین سؤال شده، در همین باب العرش و کرسی باب کافی صفحه 318 از این تعلیقه روایت چهارم اینه که زرارت ابن اعین از امام صادق علیه السلام سؤال میکند وسع کرسیه السماوات والارض این به چه معناست؟ از سماوات و الارض وسع نل کرسی عمل کرسی و وسع از سماوات و الارض. اینو ما چجور بخونیم؟ وسع کرسی و سماوات و الارض که کرسی سماوات و ارض را در بر گرفته است که فاعل وسع کرسی باشد به رفت بخونیم، یا وسع کرسی یهو سماواتو والارضو که فاعل وسع سماوات باشد سماوات و ارض است که کرسی را در بر گرفته، کدام واسع است و کدام موضوع؟ و این چنین به نظر می رسد بدون که آسمان و زمین کرسی را در بر گرفته است. اگه کرسی تخت باشد و این تخت در سماوات و ارض باشد، سماوات و ارض جایگاه کرسی، آیا سماوات و ارض کرسی را در بر گرفتند یا کرسی سماوات و ارض را در بر گرفته است؟ فقال علیه السلام بل الکرسی یو وسع السماوات و الارض، کرسی است که همه اینها را در بر گرفته، پس همه سماوات و ارض در کرسی هست. و الارشو و کل شیئن وسع الکرسی، کرسی همه اینها را در بر گرفته. در بعضی از روایات دارد که کرسی همون عرش است. در روایت ششم همین باب از امام صادق علیه السلام ابی حمزه نقل بکند که حاملان عرش چند نفرند؟ سوال کرد. حضرت فرمود حملت العرش ول عرشو العل ثمانیتون اربعتون مننا و اربعتون ممن شاء الله. اون اربعی که مناست در روایات دیگر به رسول الله و علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیهم السلام و علیهم السلام تفسیر شده. اون اربعه متقدم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام تفسیر شده. فرمود عرش همون علم است، حاملان عرش هشت نفر، اربعتون منا و اربعتون ممن تقدم ممن شاء الله. در این آیات عرش چه قبل از عرش چه بعد از عرش سخن از تدبیر یا علم بود یا مقام تدبیر. این آیت الکرسی هم سخن از علم است و سخن از تدبیر، که هیچ آیه‌ای در قرآن کریم گفتن به عظمت آیت الکرسی نیست، چون هیچ آیه‌ای به اندازه این توحید الهی را در بر ندارد. و از اعمالی مرحوم شیخ طوسی نقل شده است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود چطور می شود یک انسان تمام شب را بخوابد و یک بار این آیه کریمه را قرائت نکند؟ که حضرت فرمود این دستور سرپیچی نکردم و هر شب این را قرائت می کردم. در کشاف شمردن در حدود 16 یا 17 اسم از اسماء حسنای حق تعالی اینجا مبسوطن آمده. حالا اینها را که کم کم باید روش مطالعه کرد. فرمود اول از وحدت الوهیت شروع کرده است، بعد از حیات خدا سخن گفت، اونگاه قیومیت را شروع کرده، خدا قیوم است. تمام اسماء حسنایی که در مقام فعل خدا متعال است به قیومیت ختم میشد، او قیوم است. رازق بودن، محیی و ممیت بودن، شافی و کافی بودن، همه این گونه از اسماء حسنا در مقام فعل به قیوم بودن ختم میشد و هیچ لحظه ای از قیوم بودن آرام نمیگیرد. لا تأخذه سنتون که مقدمه خواب است ولا نوم، پس او دائم القیمومیت است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملک و ملک سماوات و ارض مال خداست و احدی در حضور خدای متعالی قدرت شفاعت ندارد مگر به اذن خود. در قرآن کریم
چهار امر را مطرح کرد که سه امر را بالکل نفی کرد، یک امر را اثبات کرد، اون هم مشروطه. امر اول آن است که احدی ذره ای را بل استقلال مالک نیست. دوم، احدی ذره ای را بل اشتراک مالک نیست که با خدا شریک بود. امر سوم، احدی در ذره ای از ذرات جهان هستی پشتیبان خدا نیست، که خدا مالک و مدبر باشد ولی این کمک و دستیار خدا اینم نیست. پس نه ذره ای را بل استقلال مالک است، نه در ذره ای بل اشتراک مالک است، نه در ذره ای سهم پشتیبانی و دستیاری داره. مدبر محض اوست. میمونه مسئله شفاعت. شفاعت یعنی درخواست، درخواست کند که خدای متعالی کار را انجام بدهد. این شفاعت را نفی نکرده است، اثبات کرده است مشروطاً به کسی که من ارتضا دینه باشد، من اتخذ این در رحمان اهده باشد، الا من اتخذ این در رحمان اهدا باشد و به اذنهی باشد. این سه قسمت را در سوره سبع ظاهرا بیان آیه 22 سوره سبع. قلد اول لذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات و فی الارض. این یک. پس بل استقلال احدی مالک ذره نیست. دو، و ما لهم فیهما من شرک، شریک الله هم در مثقال ذره نیست. سه، و ما له منهم من ظهیر، که اینا ظهیر و مظاهر و دستیار و پشتیبان الله باشن. این چهار. پس احدی نقشی در جهان هستی نداره، لا بل استقلال، لا بل اشتراک، لا بل مظاهره. بل استقلال که روشن است، مستقلن ذره‌ای در اختیار احدی باشه. بل اشتراف یعنی جزء العله باشه. بل مظاهره یعنی ابزار کار باشه، دستیار باشه. میمونه مسئله چهارم که مسئله شفاعت است. همود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله. شفاعت را مشروطاً تصحیح فرمود، اما اون سه قسم را بالکل سلب کرد. احدی بل استقلال یا بل اشتراک یا بل مظاهره مالک چیزی باشد نیست. در این کریمه آیت الکرسی هم فرمود احدی شفاعت نمی کند الا به اذنی. شفاعت را مشروطاً تصحیح کرد و اما اون سه قسم را تصریحاً نفی کرد. فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، گذشته و آینده اینها را خدا می داند. معلوم شد مقام مقام جمع است. چرا؟ چون آینده ای که هنوز نیامده و گذشته ای که سفری شده همکنون هر دو را یک جا می داند. معلوم شد اندهو سباه و مسا نیست، اندهو سنین و فصول نیست، که نیامده را بعد بداند، گذشته را قبل دانسته باشد. نه، چیزی که هنوز نیامده الان در علم او هست. معلوم شود اونجا منزه از تاریخ و زمان است. یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. معلوم شود این علمی هم که نصیب دیگران میشود گوشی از علم خداست که خدا به دیگری میدهد. نان است که خدا هم عالم است، دیگری هم عالم است. این علم علم الله است، نه اینکه خدا عالم است علمش فراوان است، انسان عالم است علمش کم. اگر علم خدا نامحدود بود جا برای علم زید و عمرو نمی‌ماند. نامحدود یعنی چه؟ یعنی هر جا فرض بکنیم او حضور دارد. ممکن است علم خدا نامحدود باشد، اون وقت در قبال علم خدا بگوییم زید هم به بعضی از امور عالم است، یا علم زید شعاعی از همون علم بیکران است. فرض دارد این معنا که ما در مقابل یک نور نامحدود یک نور محدود داشته باشیم. ما می توانیم بگوییم این شمع در برابر شمس نور دارد، منتها شمس نورش قوی، این شمع نورش ضعیف. می توانیم بگوییم چرا؟ چون شمس گرچه نورش قوی است به زیاده است ولی محدود است. شب که شد این نور نیست، این شمع برای خود نوری دارد. می توان گفت نور شمع در برابر نور شمس یک نور جدایی است منتازه ای. ولی اگر فرض کردیم نور نامحدود بود و جا برای نور شمع میماند،
که نور شمع در مقابل اون نور نامحدود باشه، یا نور شمع خود شعاعی از همون نور نامحدود است. اگر خدای متعالی علمش نامحدود است، پس علمی که دیگران دارن شعاعی علم اوست، نه اینکه در مقابل علم خدای متعالی است. علم خدا زیاد، علم ما کم، نه، این علم ما برای ما عاریت است و برای او بالاصاله است. اگر علم باشد، اگر جهل باشد که ما صاحبش من سیئات تمن نفس، اگر علم باشد شعای علم اوست که اینجا تابید. دیگر احدی نمیگوید من خودم درس خوندم و عالم شدم. همون حرفی که قارون در مال میزد، این در علم نمیزند. نمیگوید انما اوتی تو علا علم این. چرا؟ چون جا برای علم زید و عمرو نمیماند. فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه، معلوم میشه علم الله است. نه اینکه خدا به ما علم داد، در مقابل علم خود به ما علم داد. آخه نامحدود که مقابل بر نمی دارد. این قابل تصویر صحیح نیست که بگویم علم خدا نامحدود. علم ما محدود در برابر اون علم نامحدود. اگه در برابر او شد که اون شود محدود. ما اگر فرض کردیم یک جسمی داریم نامحدود، می توانیم بگویم این میز محدود است در برابر اون نامحدود؟ آره، می توانیم بگوییم که فلون منظومه شمسی جرمش وسیع است، این میز یه جرم کوچکی دارد در برابر اون، اون بزرگ این کوچک. ولی اگه فرض کردیم یک جسم نامحدود شد، جسم نامحدود شد، یعنی این را هم در بر گرفت، دیگر مقابل نخواهد گذاشت که این میز مقابل اون جسم نامحدود بود. جسم نامحدود یک شعاعش به صورت میز در آمد اون بر. این چنین خواهد شد. نه اینکه در مسئله علم، خدا هم عالم است، به کل شیء علیم است، علمش نامحدود است، ما هم عالمی منتها علممون محدود. نه، این علم، علم الهی است که اینجا ظهور کرده است. بنابراین ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. تا اینجا ملاحظه فرمودید سخن از تدبیر است و سخن از علم. اونگاه فرمود وسع کرسیه السماوات والارض، آیاتی که درباره کرسی نیست، روایاتی که درباره کرسی است در نور ثقلین، ضمن این ملاحظه فرمود. الحمدلله.